یک ماه پس از آغاز کمپاین هشتگ نامم کجاست در افغانستان، اینان اینجا گرد هم آمدند تا پیشرفت‌ها و دستاوردهای این کمپاین را سبک سنگین کنند. میگویند که این کمپاین برخلاف تصور آنان با حمایت گسترده مردم روبرو شده است. کمپاین ما خیلی اثرگذار بوده در زندگیش مردم، در زندگی روزمریشان خیلی تغییرات آمده. مثلا به ما زنگ میزنن، مسیج میکنن، کسانی که حاضر نبودن نام از مادرشان، خواهرشان ببرن، آن صفحات فیسبوکشان خیلی راحت نوشته میکنن که نام مادر ما ای است، نام خواهر ما ای است. در افغانستان که خیلی ها حاضر نیستند که نام زنانشان را بگیرند، این کمپاین با هدف تثبیت هویت زنان آغاز شده است. اما آیا چنین کمپاین ها می توانند که رای حل این مشکل بنیادین باشند؟ ما نیاز داریم بیشتر ایده علمی اکادمیک برخورد بکنیم، بیشتر نیاز داریم ایده مسلکی برخورد بکنیم تا شوه که به مغربان و آرزوی که یک زن داره رسیدگی شا. شادخت اندیا دختر امان الله خان نیز امروز به این کمپاین پیوست. او میگوید که پدرش از حامیان سرسخت تثبیت هویت زنان بود و مادرش هم برای بیداری زنان کار میکرد. ما میل دارم که برای دخترها و خانما افغانستان اما نمونه بگیرن از مادر عزیزم که خط زن با جرأت بود و چیزای بسیار خوب به ما یاد داد. میگن که مشکل در گرفتن نام زنان در افغانستان ریشه در فرهنگ و سنت دارد. از این عالم دینی پرسیدم که آیا حاضر است که نام زن، مادر و یا خواهرش را دیگران بدانند. او گفت ما 100% حاضر هستم که همچو مثلا پدیده ای که در بین مردم هست و همچو نادانی که در بین مردم است، ما آماده هستم که به هر نوع کمکی باشد، به هر نوع مثلا همکاری باشد، ما همکار هستم و ما به این کمپین آماده هستم که به همراه خواهرها و برادران کمپین بکنم. با این حال برخی ها میگویند که رولا غنی، بانوی اول افغانستان، نیز با حضور در برنامه های مختلف به چنین تابوها آسیب زده است و الگوی برای دیگر خانم ها شده است. قرار است که کمپاین هشتگ نامم کجاست با برخی از تغییرات همچنان ادامه یابد. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.